سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شانگاهی صفحه یک. برنامه امشب سه شنبه 14 شهریور ماه ایرانی برابر با 5 سپتامبر 2023 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب برگرفته از مطبوعات چاپ تهران که در واقع در یکی از آخرین روزهای هفته، به خاطر اینکه فردا گویا 40 هست و امروز آخرین شماره هایی بود که من میدیدم منتشر شده بود. تمامی روزنامه ها اعم از اصلاح طلب و اصولگرا هم به ماجرای پیاده روی 40 به مثابه یک جنبش جدید حکومت اسلامی در جهان اشاراتی داشتن که یک نگاهی به اونها خواهم داشت و چند رویداد رو هم از کرانه‌ها و کناره‌های رسانه‌ها با هم مرور می‌کنم. اول برگردیم من یک نگاهی کوتاه همون گونه که وعده کردم به روزنامه‌ها داشته باشیم که چه روزنامه‌های اصلاح طلب، چه روزنامه‌های اصولگرا اصلا با چه خانشی واقعه 40 رو و ماجرای پیاده‌روی جمعی از شیعیان ایرانی رو به سمت شهرهای مثل نجف و کربلا نگاهی داشتن. من دیدم روزنامه های تحول خواه یا اصلاح طلب که اساسا وارد این وادی ها نمی شدن گویا یک دستورالعمل سازمانی بوده که اونها هم به نحوی، البته با خانش متفاوت که من به خانش هاشون خواهم پرداخت، اما روزنامه های دست راستی همون گونه که در تحلیل بسیاری از کارشناسان عرصه رسانه مطرح می شود، همون گونه که در تحلیل برنامه های پیشین خود این جانب اشاره شده، عمدتاً این رسانه‌هایی که به مجامع سخت حکومت نزدیک‌تر هستند، همون گونه که ما اشاره کردیم از 40 به مثابه یک نبرد میدانی و میدان نبرد رویاروی دشمن متصور می‌کردند که در تیترها و عناوین برخی از روزنامه‌ها اینها مشهود بود که من به اون خواهم پرداخت. پس اول یک نگاه کوتاهی داشته باشیم به چند روزنامه میانه رو و موسوم به اصلاح طلب که ببینیم اونها چه خانشی از این وقایع حکومتی و آیین‌ها و نمایش حکومتی ارائه میکنن. روزنامه شرق تنها لطفی که کرده همون گونه که شما میبینید در تصویری که گذاشته، در میان انبوهی از سوگواران و سیاه پوشان که زنان عمدتاً سیاه پوش بودن، دو بانوی حالا با شاخصه های لباس های روشن یا نکورو یا هر تعبیر دیگری که من میتونم براش به کار ببرم، اونها رو هم مطرح کرده که به نحوی زنها اشاره کنه که 40 فقط از آن شما سیاه پوشان و محتملاً سیاه اندیشان نیست، 40 امریست که متکثر دارید میبینید که مثلا خانم های جوان با پوشش های متفاوت و روشن هم شال سبز برگردن انداخته اند و معطر میشن از نام حسین، همون گونه که در عنوانش اومده. و این اون شیوه ایست که اساسا بدون نقد روزنامه های تحول خواه سعی میکنن نه به زبان خود حکومت اما کماکان اون تقویت کننده یک گفتمان حاکم در جمهوری اسلامی باشن. همین شیوه رو روزنامه هممیهن، روزنامه هممیهن هم خب یک روزنامه به تعبیری اصلاح طلب محسوب میشود، در گزارشی تحت عنوان همایش کربلا اشاره کرد که بیش از 3,600,000 زائر خارجی وارد عراق شدند. این روزنامه هم تلاش میکرد که به نحوی از آنها به مضامین و مفاهیم عرفانی نهفته در واقعه 40 که شیعیان ایران و برخی شیعیان دیگر کشورها گویا در یک مناسبت و مراسم سالیان دور همچنین میکردن پیاده روی به سمت معبود خود میروند. روزنامه اعتماد در گزارشی تحت عنوان مجمع عاشقان در کربلا با همین خانشی که من اشاره کردم سعی داشت که به اهمیت خروج 3,700,000 زائر 40 از مرزهای ششگانه تا روز دوشنبه اشاره کنند که من در برنامه های روزهای قبل هم اشاره داشتم. و اما روزنامه شهروند رو میبینیم که در گزارش متفاوت که باز مؤید مطالب شبهای گذشته این جانب هست که اگر چنین تظاهرات یا راهپیمایی پیاده روانه و به تعبیری خودانگیخته صورت میگیره، به تعبیر اینها پشتیبانی کامل اعم از وام بانکی، اعم از حل مسائل گذرنامه‌ای و سایر مسائل، گزارش روزنامه شهروند
تأکید بر این مدعا است. پشتیبانی با بهترین امکانات در راهپیمایی عظیم انسانی. اتفاقا ویدئوها و فیلمهای منتشر شده بود که من میدیدم به نحوی از آنها سعی داشتن از اطعمه و اشربه، همون غذاها و مأکولات و خوراکی هایی که بوده، نشان دهن میوه ها و مسائل از این دست که گویا غذادهی رایگان هم در همون رابطه بود. حالا بماند که جمهوری اسلامی شیوه های متفاوت و تو پول پاشی رو هم در این ماجرا دخیلی کرده بود. خب حالا من این نگاه کوتاهی رو، البته روزنامه همدلی رو هم ببینیم، به هر صورت این روزنامه یک روزنامه اصلاح طلب پیشرو هست. من برای من قابل توجه بوده که ببینم آیا این هم اصلا تیتر یکش رو واقعا موضوعیت داره که جمعی خودانگیخته یا سازماندهی شده به سمت صحرایی میروند و سفر میکنند، آیا درد کشور اینهاست. دیدم همدلی هم به هر صورت همون گونه که گفتم دستورالعمل سازمانی بوده، گزارشی که خود رو تحت عنوان کربلا و کنگره بزرگ عاشقان سار الله، اصلا به کارگیری این واژه ها مثل کنگره بزرگ عملا بدین معناست که خود روزنامه همدلی که در جرگه اصلاح طلبان هست، در زمره گروه های تحول خواه هست، وقتی به کارگیری کنگره یا یعنی سیاسی کردن این واقعه و با اینها و اینها رو هم روی موافق هست با این ماجرا، و این غلطه و این اساسا در آینده اگر روزی روزگاری بچه حزب اللهی ها هم بیانو بگن که حزب فقط حزب علی، رهبر فقط سید علی، دیگه روزنامه همدلی دستش باز نیست برای انتقاد. وقتی میپذیره که چنین تجمعی حاکمیتی به عنوان کنگره بزرگ عاشقان سار الله مطرح می شود، همدلی و آفتاب یزد و گروه های اصلاح طلب باید بپذیرن که چنین خانشی رو وقتی تایید می کنن، خانش های خطرناک دیگری هم نمیشه از اون در رفت. حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن، یا آتش به اختیار، عباراتی که ارکان اصلی حکومت به مسابقه یک منشور حکومت رانی مطرح میکنند، یا حزب فقط حزب علی، رهبر فقط سید علی، یا وای اگر روزی مثلا رهبری حکم جهاد هم دهد. وقتی همدلی، آفتابی از روزنامه های تحول خواه و اصلاح طلب اینها رو کنگره بزرگ عاشقان سار الله مینامند، اون ادبیات های مخرب هم میتونه مؤثر بیفته و همدلی ها در اون بی تأثیر نیستن. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با خانش دیگر. گفته بودم، وعده کرده بودم من ساعتم این نگاهی داشته باشم. بله خوبه، وقت داریم هنوز. البته من فقط فرهیختگان رو کوتاه نگاه کنم که در گزارشی تحت عنوان زمانه جنبش اربعین به نحوی مطلب خودش رو مطرح کرده بود، یا به تعبیری نوشته بود که سخن بر سر جنبش مهسا، سخن بر سر جنبش دختران و پسران جوان ایرانی در رد نظام دینی و رد نظام فقهی هست، و این روزنامه و رسانه‌های دسترسی دیگر تلاش داشتن بگن که این گونه ننمایید که مثلا جنبش مهسا است یا جنبش نسل رنسانسی است، جنبش زمان اربعینه. و دیدم برخی از این جوان‌ها رو در تصاویر هم به رخ مخاطبانشون در نشریاتشون می‌کشیدن. و اما اون روزنامه‌هایی که اشاره کرده بودم اصلا از این واقعه بعد و بار تهاجمی، جنگی و امنیتی رو سعی می‌کردن به خود بگیرن. مثلا روزنامه جام جم، تریبون چاپی صدا و سیما است. شما رو می‌بینید اون شعار معروفی که بر نماد و نشان سپاه پاسداران درد شده، و اعد لهم ما استطعتم من قوه، که عملا داره میگه که عده و ادا و ساز و برگتون رو آماده کنید که به طور پیشندیشانه به دشمن بایستی بتازید، منتظر حمله نمانید، دفاع پیشینی بایستی کنید. یعنی عملا روزنامه جام جم این جمعیت شیعی که رفته به کربلا یا نجف از ایران یا دیگر کشورها اینها مدعی شدن، عملا ادامه سیاست نیروهای مقاومت عوامل و پارامترهای بی‌ثبات ساز منطقه هست. صریحا جمله و عبارتی که طی 44 سال بر سردر و در واقع نهاد نظامی سپاه پاسداران رؤیت می شود تحت عنوان و اعد لهم ما استطعتم من قوه، عملا اون رو به عنوان تیتر یک برگزید و به نحوی از آنها فرمان آتش
و ادامه نبرد منطقه‌ای رو در واقع به ذهن مخاطبان متبادر می‌کرد که این امر خب یک امری است که همواره برای جامعه ایرانی در طول سالیان گذشته ایجاد هزینه کرده و مهمترین نکته‌ای که میتوان گفت در سیاست منطقه‌ای حتی کشورهای منطقه رو با جامعه ایرانی در معارضت و تعارض انداخته است همین مدل لشکرکشی ها و سیاست های نظامی گرایان است. روزنامه همشهری زاکانی همون گونه که میبینید مشکورین یا اهل العراق سعی کرد به نحوی از آنها از میزبانی و مهمان نوازی جامعه عراقی ها در پذیرایی از زوار اربعین اعلام امتنان کنه که دیدم بسیار فیلم های زیادی منتشر شد. کوتاه برگردم کیهانم یه نگاهی بیاندازم که دارم اشاره میکنم از این در واقع تجمع مذهبی که اساساً بایستی رنگ و بوی غیر سیاسی داشته باشه اینها نه تنها استنباط سیاست میکنن که اصلا فرامین نظامی رو دارن صادر میکنن. پس جام جم رو دیدیم که آرم سپاه رو برجسته کرده بود و اعد لهم استطعت من قوه که قوه و قوا آماده کنید، بایستی آمادگی در برابر دشمن داشته باشید، قبل از حمله فیگور دفاعی بگیرید و این اربعین و این رفتن اون فیگور دفاعی است. کیهان تحت امر رهبری جمهوری اسلامی اما چه نوشته بود؟ با سر همه رفتن به پابوسی بی سر. اما ببینید جمله رو، رزمایش 30 میلیونی امت امام حسین. به کارگیری واژه رزمایش، خب دیگه خودش همگان میدونن نوعی همون مانور نظامی هست. عملا هم کیهان هم جام جم و هم دیگر رسانه های دست راستی وابسته به حکومت خانشی که از این تجمع به اصطلاح شیعیان در پیاده‌روی اربعین ارائه می‌کردند خانش‌های در واقع بی‌ثبات ساز منطقه‌ای، خانش‌های تهاجمی و نظامی گرایانه بوده. این در کنار مطلبی است که در واقع من همواره اشاره می‌کردم اینها اساساً با برجسته کردن عدد و آمار در این ماجرا سعی دارن که نوعی رقیب بشمارند خودشون رو، در واقع این رو حج حسینی بنامند، اون رو حج ابراهیمی، و سعی می‌کردن با برجسته کردن حج شیعه در کربلا اون حج اصلی که رکن پایه‌ای در واقع مفاهیم دین اسلام هست رو تحت شعاع بکشنن. یک بخشش هم به خاطر رقابت منطقه‌ای با پادشاهی عربستان هستش. حالا همین مطلبی رو که اشاره کردم بحث رقابت رو کوتاه ببینیم در تایید مطالب این جانب رسانه‌های رسمی مثل صدا و سیما چه گزارش‌هایی رو تهیه کردن و صراحتاً با برجسته نشان دادن آمار مشارکت کنندگان و مشایعت کنندگان در این راهپیمایی تلاش داشتن اینگونه القا کنن که این نشست مذهبی در واقع ویژگی‌های خاص خود رو داشته، بی‌نظیرترین در جهان، طولانی‌ترین پیاده‌روی دنیا هستش و بی‌رقیب‌ترین هستش و مسائل از این دست. کوتاه بخشی از این گزارش رو ببینیم که اینها با چه شیوه‌ای وارد در واقع تبلیغ این آیین حکومتی میشه. آن هر سال جمعیت این مراسم افزایش یافت تا اینکه در سال 1393 از 20 میلیون نفر فراتر رفت و رکورد بزرگترین اجتماع انسانی در طول تاریخ را شکست. آن سال چشم جهان به پدیده‌ای عظیم در دنیای معاصر باز شد که رکوردها را یکی پس از دیگری شکست. هر سال به جز سالهای کرونایی این مراسم بزرگ با حدود 20 تا 27 میلیون نفر برگزار می شود و پیاده روی اربعین رکورد بزرگترین گرد همایی سالانه جهان را تصاحب کرده است. پیاده روی اربعین علاوه بر میزان جمعیت رکوردهای دیگری هم دارد، از جمله اینکه طولانی ترین راهپیمایی جهان محسوب می شود. پیاده روی اربعین بزرگترین مراسم اطعام در دنیا هم هست. در برخی سالها تعداد وعده های غذای توزیع شده میان زائران به بیش از 700 میلیون وعده شامل صبحانه، نهار و شام رسیده است. گوشه از یک گزارش تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران رو می دیدیم که همراه با سایر رسانه های چاپی مثل روزنامه ها همگی تلاش داشتن که در واقع واقعه پیاده روی هماهنگ و حکومتی برخی از شیعیان ایرانی رو به کربلا تحت عنوان پیاده روی اربعین این رو تمدن ساز بنامند، این رو بیرقیب بنامند و به نحوی از آنها در واقع این رو یک نیروی آماده برای یک جنگ جدید بنامند و بخوانند که طبیعتا مورد انتقاد
وطن دوستان خواهد بود. روزنامه ایران تحت امر ابراهیم رئیسی با همین زمینه و مضمون میبینیم که در این گزارش اشاره میکنه که راهپیمایی 40 تاریخی و تمدن ساز، این همون تاریخی و تمدن ساز به زعم آیت الله علی خامنه ای هستش که بارها از ضرورت تشکیل و یا احیای تمدن اسلامی سخن میگوید. تمدن اسلامی که خب همگان شما آگاهی دارید، فقر و فاقه و افزایش تورم، بحران بیکاری و فساد سیستمی هر روز کنار و کرانی از این حکومت رو بسان موریانه از داخل دارد میخورد و اینها مدعی حکومت اسلامی هستند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. در حالی که مردان جمهوری اسلامی و رسانه‌های اصلی همگی مشغول نمایش در واقع حکومتی 40 هستند، اما صداهای انتقادی از داخل ایران در برخی از روزنامه‌ها به چشم می‌خورد. عباس عبدی رو می‌دیدم یه مطلب بسیار جالبی نوشته بود که قابل توجه بوده، فارغ از این که پیشینه این اشخاص چه بوده، چه جریان یا جناح سیاسی رو به آن وابسته هستند، اما مطالبی که در رسانه‌هاشون منتشر می‌کنن قابل تأمل هست و اتفاقا برای جریان‌های اپوزیسیونی یک ضرورته که بتونن مدام اینها رو رصد کنن. عباس عبدی در تازه‌ترین نوشته خود اشاره کرد روزی که سد نارضایتی مردم خواهد شکست. آقای عبدی فعال سیاسی مقیم تهران با تبیین دو نوع سیاست در زمین حکومترانی و در مواجهه با مردم به یک ضرب المثلی اشاره کرده بود که خب به لحاظ تاریخی آگاهی دارید که گفته شده که مثلا یک کودکی گریه ناآرامی داشت در آغوش مردی بوده که سیمای هراسناکی داشت و کسی به آن مرد گفت که کودک را بر زمین بگذار آرام میگیرد چرا که از سیمای شما میهراسد، و آن مرد چنین کرد و کودک آرام گرفت. با این ضرب المثل این گونه نتیجه میگرفت که ماجرای سیاست نیز همین گونه هست. نوعی از سیاست داریم که همه رو نگران میکند و هر جای جامعه رو زخمی کرده و تعادل آن رو به هم میزند. کافیست این سیاست اجرا نشود تا روند بهبودی غالب شود. نوع صحیح سیاست از منظر آقای عباس عبدی دخالت حد اقل نیست، زیرا مردم و جامعه خودشان می دانند که بر چه اساسی زندگی خود و امورشان را اداره کنند. حکومت هایی که سیاست دخالت حد اکثری را در پیش می گیرند هر جایی که وارد می شوند زخمی می کنند و موجب نگرانی می شوند. به گمان ایشان یکی از بدترین این سیاست ها قیمت گذاری، سهمیه بندی و تولیت همه امور مردم شدن است. بر اساس این سیاست دخالت در امور با هدف مثلا عدالت و خدمت رسانی آغاز می شود، ولی جز فساد و تباهی و رانت و خرد شدن اعصاب مردم و نارضایتی آنها نتیجه ای نخواهد داشت. مطلب بسیار طولانی هستش که من بخوام به همه بکاوم خب فرصت زیادی ندارم، ولی خب مطلب بسیار جالبی بود که من کوتاه تونستم بخش از اون رو اشاره کنم. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. کماکان اخراج برخی از اساتید نامدار دانشگاه ها و به جای آنها استخدام برخی از مداحان حکومتی موجب واکنش های گسترده شده. از جمله من میدیدم آقای بیژن عبدالکریمی گفته که دیروز هم خبر رسید یکی از مداحان قرار است وارد دانشگاه تهران شوند. این اوج نیهیلیزم و بی اعتقادی به حقیقت و ارزش‌های فرهنگی و اوج خودبنیادی و اوج این تصور باطل است که ما میتوانیم حقیقت را تولید کنیم. حسب گزارش برخی از روزنامه‌ها از جمله اعتماد، بیژن عبدالکریمی گفته که این روزها مسئولان و تصمیم سازان راه خود را میروند و جوانان، استادان دانشگاه و عموم مردم هم مسیر خود میپویند. دو خط موازی که انگار هرگز به هم نخواهند رسید. بر این اساس نهضت خالص‌سازی در دانشگاه‌های کشور با قدرت هرچه تمام‌تر ادامه دارد. ایرانیان دیگر عادت کرده‌اند که هر روز با دمیدن نخستین شراره‌های خورشید سحرگاهی خبر خالص‌سازی و استادان جدید و جایگزینیشان با افراد غیر متعارف را بشنوند. شریفی زارچی‌ها، محمد فاضلی‌ها، آرش عبازری‌ها، آذین موحدها، سوسن صفاوردیها، امیر مازیارها و غیره میروند و جایشان را به امیر حسین ثابتیها، عباس موزونها و سعید حدادیانها میدهند.
یک رسانوشتی بوده، خیلی تلخ بود که نسبت به پوچ شدن نیروی انسانی در کشور هشدار میداد آقای دکتر عبدالکریمی. خودش هم پیشتر خوب از اساتید اخراجی بوده و اشاره میکرد که یک ایرانیان که دل در گرو فرهنگ و تمدن ایران دارن باید نسبت به این رخدادها واکنش نشان داده و از مسئولان تجدید نظر در آن رو طلب کنند. به هر روی موج واکنش ها به اخراج اساتید از سوی بسیاری از مقامات هم ادامه یافته. حتی می دیدم برخی از نمایندگان مجلس اصل ماجرا رو تکذیب می کردن، اما مقامات وزارت علوم تایید می کرد. مهمترین انتقادی که شخص آقای بیژن عبدالکریمی داشت اعلام حیرت می کرد که چگونه است وزارت علوم در واقع به این مسئله گرفتار آمده و وزیر کشور ورود پیدا کرده و بیانیه می دهد. به اظهارات ضد و نقیض هم بسیار اشاره می شد، اما مهمترین نکته که من می دیدم در دغدغه آقای دکتر بیژن عبدالکریمی به عنوان استاد فلسفه دانشگاه پیشین، استاد پیشین دانشگاه بوده، جایی بوده که می گفت که فروپاشی سیستمی و نزول و از همگسیختگی، فقط از همگسیختگی در نهادهای سیاسی بروز نمی کنه، اول در سایر نهادها نیهیلیزم یا پوچگرایی شروع می شود، مثل ماجرای دانشگاه ها، حوزه فرهنگ، و سپس در واپسین ایستگاه ها کلیت نظام سیاسی رو هم می تواند فرو بپاشاند. خب در رابطه با آقای سعید حدادیان هم دیدم خیلی مطلب چاپ شده بود. به هر صورت این هم به نحوی زنها ارتباط پیدا کرد با اخراج اساتید و استخدام این استادان، که البته خب آقای حدادیان به کارگیری واژه استاد مرغ نیم بسمل بخندد به تعبیری. به هر روی سعید حدادیان از مددهان و نوح خانان نزدیک به رهبری جمهوری اسلامی است، اساسا ادبیات جبهه پایداری رو داره. میتوان گفت بیش از دو دهه است که مسئول دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی رهبری جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران هستش. اینو آقای سیف گفته و همیشه توجه ویژه رهبر جمهوری اسلامی به مددهان خب سبب افزایش بسیار زیاد تعداد آنان و ایجاد رشته های مددهی در دانشگاه ها شده، که اینم نمونه جدیدی نیست به تعبیر آقای سیف، یکی از مقامات دانشگاه تهران. و عملا با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.